بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. در بحث خیر و شر که در قرآن نهج البلاغه روایات بسیار گسترده مطرحه، نکاتی رو خدمت شما عرضه داشتم. بحث بسیار آموزنده‌ای، دانستنش و توجه عملی کردن به این بحث یقیناً ضامن خوشبختی ما در دنیا و آخرت. کسی اگر دوست داره محبوب خدا بشه و رضایت وجود مقدس او رو در دنیا و آخرت به دست بیاره، با راهش اینه که اهل هر خیری بشه و دور از هر شر. به نظرم میرسه که مسئله تقوا در قرآن که در اول سوره بقره مطرحه تا جزء 30 و نهج البلاغه هم خطبه های اختصاصی درباره تقوا داره، کتاب با عظمت کافی در جلد 2 باب مستقلی درباره تقوا داره، بهار الانوار مرحوم مجلسی خیلی مفصل در بخش ایمان و کفر روایات فوق العاده ای رو درباره تقوا داره. تقوا یعنی اتصال به هر خیری و جدا بودن از هر شری. ریشه تقوا 3 حرف، واو و قاف و یا، که مصدر و وقیه، وقی، وقایه، تقوا، یعنی خود رو از هر گناهی، آلودگی، معصیتی حفظ کردن و با هر خیری پیوند خوردن. شما در قرآن میخونید چون اهل قرآنی،
پروردگار در بعضی از آیات وقتی به گروه متقین میخواد عنایتش رو نشون بده میفرماید من عاشق پرهیزکارانم، یا وقتی میخواد عنایتش رو نشون بده میفرماید فإن الله مع الذین تقوا، من با اهل تقوا معیت دارم. البته با کل موجودات همراه، اگر نباشه که هیچ موجودی نمیمونه و دوام نمیاره. اون معیت، معیت تکوینیه، سودی نداره غیر از حفظ موجود از نابود شدن. اما این معیت با اهل تقوا معیت رحمتیه، معیت لطفی و احسانیه. من خیلی فارسی بخوام آیه رو معنی بکنم باید بگم که میخواد بفرماید من رفیق جونجونی اهل تقوا، اینو میخواد بگه. این معنای معیت. خب به این سه نکته رسید بحث، که وجود مقدس او در یه مرحله امر داره و فرمان داره به انجام هر خیری. در سوره مبارکه حج یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر، که از این آیه استفاده میشه کار ما با رکوع و سجود و عبودیت که روح تسلیمه تموم نی، نمرمون 20 نمیشه. لذا میفرماید بعد اینکه امر به رکوع و سجود یعنی نماز جماعت و امر به عبودیت میکنه میگه وافعلوا الخیر، دست به جیب باشید برای هر کار خیر، آبروتون رو مایه بذارید برای هر کار خیر، زبانتون رو مایه بگذارید برای هر کار خیر، قدمتون رو سرمایه کنید برای رفتن دنبال هر کار خیری. البته ظرفیت و گنجایش ما ظرفیت انبیا و ائمه نیست، اون نمره 20 که اونا میگیرن با نمره 20 که ما میگیریم کیفیتش فرق میکنه، عددش فرق نمیکنه، ولی 20 اونا یه 20 دیگه ایه و 20 ما هم یه 20 دیگه ایه. اما ما هم در حد گنجایش خودمون میتونیم نمره 20 از پروردگار عالم دریافت بکنیم. مسئله خیر یه مسئله ایه که خداوند به او امر داره، یعنی ما رو ملزم میکنه، اما نه امر اجباری، نه الزام اجباری. این که میگه هر کار خیری بر شما لازمه انجام بدین، این الزام محبتیه، از عشقش به ما رو داره ملزم میکنه، چون اصلا دوست نداره
روز قیامت یه موی ما که با چشممون نمیبینیم مگه اینکه جلوی نور بگیریم در آتش جهنم بسوزه. این اخلاقش اگر ما رو ملزم میکنه یا بعضی اعمال رو بر ما واجب کرده میگه اجازه ترکشو نمیدم، نه اینکه ما رو میخواد مجبور بکنه، اصلا اوامر و نواهی او در برنامه های دین تو مدار اجبار نیست، تو مدار محبته. با محبت میگه ازتون میخوام، نمیخوام ترک بکنید، راضی نیستم کنارگیری بکنید، دوست دارم شما رو در کار خیر ببینم. واقعا انصافم اقتضا میکنه که ما این محبتشو، این لطفشو، این احسانشو و به قول شعرا و عرفا این عشقشو پاسخ مثبت بدیم. و اما یه مسئله دیگه‌ای که در خیر مطرحه اینه که در سوره مبارکه آل عمران می‌فرماید، این خیلی آیه فوق العاده ای، ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر، ما رو ملزم میکنه، شمایی که واجد شرایطی، شمایی که مؤمنین، شمایی که اهل منین، شمایی که در مدار بندگی منین، دیگران رو به خیر دعوت بکنید. حالا که خودتون اهل خیرین و دارید لذت خیر رو با روحتون، با سویدای قلبتون و با عقلتون میچشین، چون ما فقط لذت بدنی نداریم، لذت عقلی داریم، لذت قلبی هم داریم. میگه شما که سر این سفره تغذیه کردید، چشیدید، خوشتون اومد و میدونید که با آراسته شدنتون به خیر اهل بهش شدین، دست دیگران رو هم بگیرین، اونا هم فقیرن، مستحقن، دوست ندارم اونا هم برم جهنم، شما بیان دلال من بشین و واسطه بین من و دیگر بندگانم. یدعون الال خیر، خب این یدعون الال خیر رو که ثوابشم در جلسه گذشته شنیدید، از کجا شروع بکن؟ از کی شروع بکن؟ من فکر نمی کنم که قرآن کریم چیزی رو در این عالم فروگذار کرده باشه. من دیگه عادت کردم هر چی رو دیندار، بیدین، ضعیف الایمان، لائیک، مسیحی، یهودی ازم میپرسن با قرآن جواب میدم، قانعم میشن، مگه اینکه تکبر بکنن و بگن قبول نداریم. اگه بگن قبول نداریم، قرآن میگه دروغ میگن، دلشون باطنشون قبول کرده. یک کسی وارد مدینه شد یا کوفه، من الان یادم نیست، قبل از 40 سال پیش این داستان رو دیدم.
حشام ابن حکم شاگرد بسیار عالم امام صادق و موسی بن جعفر لب یه جوی آب داشت پیرنشون میشست. این آقا وثنی مذهب بود که الان هم این وثنی مذهب ها در هند فراوانند. اعتقاد دارن عالم دو خدا داره. اومد بالا سر حشام ابن حکم، جوانم بود حشام، این وثنی مذهب یعنی دو خدایه، به حشام گفت جوون خونه جعفر صادق کجاست؟ حشام هم دستشو از شستن پیرانش برداشت، خیلی آروم سرشو بلند کرد و گفت با جعفر صادق چی کار داری؟ گفت منم مناطق دور اومدم از شام، شامات، شنیدم جعفر صادق میگه عالم یه خدا داره، میخوام برم بهش ثابت کنم دروغه، عالم دو خدا داره. حشام بهش گفتش که حالا من آدرس خونه جعفر صادق رو بهت میدم، یه خود با من رخشور حرف بزن تا من آدرس بدم، من یه چند تا سوال ازت میکنم. گو بکن. گفت این دوتا خدایی که میگی هر دو عین هم قدرت برپا داشتن آسمونا رو دارن؟ گفت بله. گو هر دو بارون میفرستن؟ گفت بله. گفت هر دو خورشید و طلوع میدن و غروب میدن؟ گفت بله. گو هر دو در بهار گیاه می رویانن؟ گو بل. گو خب یکیشون که همه این کارا رو میکنه، اون یکی رو چه نیازی داری؟ تو میگی هر دوشون همه کاری میکنن، خب دوتا میخوام چی کار؟ خب یه دونشون داره انجام میده. گو تو جعفر صادق نیستی؟ گو من جعفر صادق امام منه، من یه شاگرد امام صادقم. گفت من دیگه نیازی نداره امام تو رو ببینم، چون منو با همین یه جلسه یه خدایی کردی، من یه خدا رو قبولم. راست میگی. خب یه دونشون که همه کاری در عالم میکنه، خب چه نیازی به دومی داری؟ دومی نیست. زبانشون اونی رو که میگه قبول ندارم در دلشون نیست. دل راست میگه، زبون دروغ میگه، چون حق رو نمیشه منکر شد. از کجا دعوت به خیر رو شروع کنیم و با کی شروع کنیم؟ این آیه که در آل عمرانه، ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر. میریم سوره تحریم. البته اگه آدم میخواد پاسخ اشکالات و شبهات و وسوسه ها رو بده، با قرآن یه مقدار باید مسلط به آدرس آیات و سوره ها باشه. میریم سراغ سوره مبارکه تحریم آیه ششم. اونجا برای دعوت یه امر واجب پروردگار داره، یه امر واجب که از کیا دعوت به خیر رو شروع کنید. چقدر این آیه زیباست. یه جامعه سالم رو از کجا باید شروع بکنیم سالم بسازیم؟ اگه یه جامعه رو بخوایم سالم باشه، از کجا شروع کنیم
جامعه سالم بشه. خدا در سوره تحریم آیه ششم میگه کجا و میگه دعوت به خیر رو از کیا شروع کنه؟ گو انفسکم، اول خودتون، اول خودتون آراسته به خوبی ها بشه، که وقتی از دنیا میرین آدمی نباشین که دیگران رو دعوت به خیر کرده باشید ولی خودتون دست خالی از خیرین. ببینید خدا در قرآن، امیرالمومنین در نهج البلاغه، در روایات خیر رو چی میدونن؟ اول اون خیرها رو یاد بگیری در حدی که وظیفتون اقتضا میکنه، به حد خودتون اهل خیر بشین. حالا شدین یه پدر، یه شوهر، که پدریتون آراسته به خیره و همسریتون برای زنتون آراستگی به خیره. گو انفسکم و اهلیکم، حالا که خودت پاک شدی، زبونت، چشمت، گوشت، دستت، اخلاقت، رفتارت، کردارت، حالا برو سراغ زن و بچت، اونا رو دعوت به خیر بکن، که وقتی باشون حرف میزنی همین جوری که دارن گوش میدن، اونایی که میگی در خودت ببینن. خیلی اثر داره، خیلی. خدایا تو شاهدی، من رو منبر، اونم منبر پیغمبر، اونم منبری که هیچ وقت نخواستم عمر مردم رو نسبت به خودم ضایع بکنم، من خودم حرف بزنم، اما اینی رو که دارم برای بندگانت میگم، اثر این رو دارم میگم که وقتی زن و بچه و نوه خیری که داریم اونا رو بهش دعوت میکنیم در خود آدم ببینن، هزار برابر اثرش بیشتر اینه که تا بشنون و در خودمان نبینن. سه تا نوه خود من دیپلم که گرفتن با نمره بالا، به طور یقین اگه کنکور میدادن زیر 1000 میشدن، چون خیلی خوش حافظه و با فهم و درس خوندن. دوتاشون چون رشته پدریشون طب بودش، هر کاری کرد این دوتا رو ببره کنکور، برن دانشگاه و یه پروفسور طبی یا فوق تخصص بشن، نهایتاً با همه احترامی که به باباشون داشتن، نرمم حرف می زدن، ادبم داشتن، گفتن اون چه که ما در پدر بزرگمون دیدیم میخوایم دنبال همون بریم، و اومدن قوم، الان هم رشد کردن، الان روحانی متدین با تقوا و خوش بیان دارن بار میان. اینم از اول ازدواج باید انجام میگرفت، که حالا در شما انجام گرفته، که حالا میخوام زن، بچم، دومادم، نوم، عروسمو دعوت به خیر کنم. گو انفسکم و اهلیکم، دعوتشون کنید که فردای قیامت زن و بچه و نوه و نتیجتون از افتادن در عذاب دوزخ در
حفظ من بمونم. بعد این آتش رو توضیح میده، دلم نمیخواد نگرانتون بکنم، قصدار بشین، ولی بالاخره باید قرآن و خون دیگه، دعوتشون کنین به خیر که زن و فرزندان و نتایج دیگتون از آتش فردای قیامت در امان بمانن. این چه آتش؟ علیها ملائکتون و قودها الناس والحجاره، آتشیه که یه هیزومش خود مردمن، یه هیزومش، یعنی آتشی که در هفت طبقه شعله بره، هیزوم این هفت طبقه نصفش انسانهان، نصفش هم سنگه، مال ما نمیدونیم اون سنگی که خدا میگه چیه، و قود و هنناس و الهجاره. این آتش علیها ملائکتون قلازون شداد، کارگردانان این جهنم فقط فرشتگان منن که این فرشتگان جهنم در اوج خشم و عصبانیت و در اوج سنگدلی و سختگیری هم. این فرشتگان جان اصلا رحم به کسی نمی کن، قابل رحم هم نیستن جهنم. لا یعصون الله ما امرهم، من امر کردم برین تو جهنم، عذاب به چشونین به این متکبران پلید خبیس بچشونین. و هم به امرهی یفعلون، ملائکه من امر منو انجام میدن. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اهلك آل سعود، اللهم اهلك داعش.